همراهان صفحه 333 سلام. امروز ارزش کل بازار کریپتو دوباره تونه سطح کلیدی 1 تریلیون دلار رو پس بگیره. حالا سوالی که برای کاربران پیش اومده اینه که آیا بیت کوین و بعضی از آلت کوین های بزرگ میتونن توی هفته اول شهریور برگشتی قوی داشته باشن؟ چه سطوح مهمی رو باید بهشون توجه کنیم؟ این ویدیو رو از دست ندین چون قراره با بررسی نمودار سه آلت کوین محبوب کاردانو، ریپل و دوج کوین به این سوالا جواب بدیم. معاملات بازار کریپتو رو به رشد بوده و اکثر کوین ها سبز پوش شدن. ارزش کل بازار کریپتو هم الان 1.3 تریلیون دلاره که نسبت به روز گذشته 29% رشد داشته. علاوه بر اون حجم کل معاملات امروز 54% بیشتر شده و به حدود 70 میلیارد دلار رسیده. از طرفی توی 24 ساعت گذشته 3.1 میلیون دلار موقعیت شورت توی معاملات آتی بیت کوین لیکوید شده. بیت کوین هنوز توی کانال 21,000 دلاری مونده و حالا با قیمتی حدود 21,400 دلار معامله میشه. اتریوم هم نسبت به دیروز 2.7% رشد داشته و حالا با قیمت حدود 1650 دلار معامله میشه. این وسط آلت کوین های بزرگ دیگه مثل کاردانو، ریپل و دوج کوین هم صعودی بودن. در ادامه نمودار این سه آلت کوین محبوب رو بررسی میکنیم. تحلیل قیمت کاردانو. 19 آگوست قیمت کاردانو به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه افت کرد. این موضوع نشون میداد که فعلا خرس ها دست بالا رو دارن. البته فردای اون روز خریداران میخواستن یک رالی امدادی شروع کنن، اما جهش ضعیف قیمت نشون داد که توی سطوح بالاتر تقاضا خیلی کمه. حالا خرس ها دارن همه ی سعیشون رو میکنن که قیمت رو تا سطح حمایت قوی 40 سنتی پایین بیارن. این سطح خیلی کلیدی و مهمه و باید مواظبش بود، چون گاف ها از روز 12 می تا الان با موفقیت از این سطح دفاع کردن. هر شکستن و بسته شدن کندل قیمتی زیر این حمایت میتونه روند نزولی رو وارد فاز جدیدی کنه. در مقابل اگر قیمت از 40 سنت برگرده، خریداران همه سعیشون رو میکنن تا جفت ارز آدا به USDT رو به بالای میانگین های متحرک بیارن. اگر این اتفاق بیفته، این جفت ارز میتونه به خط روند نزولی صعود کنه. قبل از ادامه بحث ازتون میخوایم که به چنلمون سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین تا از آپلود ویدیوهای بعدی ما با خبر شین. با ما هنوز همراه باشین چون الان میخوایم قیمت دو آلت کوین محبوب بعدی یعنی ریپل و دوج کوین رو تحلیل کنیم. تحلیل قیمت ریپل. قیمت ریپل بین محدوده های 30 تا 39 سنت گیر افتاده. گاف ها میخوان از حمایت 33 سنتی دفاع کنن، اما توی سطوح بالاتر مقاومت سختی پیش رو دارن. اگر قیمت پایین بیاد و به زیر 33 سنت برسه، ریپل میتونه تا 30 سنت هم سقوط کنه. این سطح قبلا یک حمایت قوی برای این آلت کوین بود. به همین خاطر معامله گران ممکنه توی افت قیمت خرید کنن و بعد منتظر برگشت قیمت به سطح 39 سنت باشن. البته احتمال دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که قیمت از 33 سنت اوج بگیره و به بالاتر از میانگین های متحرک بره. اگر این سناریو اتفاق بیفته، جفت ارز XRP به USDT ممکنه به مقاومت بالاسری یعنی 39 سنت برسه. پیشبینی جهتگیری قیمت از یک محدوده خیلی سخته، پس احتمالش هست که معامله گران قبل از ورود به موقعیت های جدید منتظر روند بازار بمونن. 20 آگوست دوج کوین از خط روند اوج گرفت، اما گاوها نتونستن مقاومت بالاسری توی متحرک نمایی 20 روزه رو از بین ببرن. این نشون میده که خرس ها پا پس نمی کشن و توی رالی ها می فروشن. فردای اون روز جفت دوج به USDT یک الگوی کندل دوجی درست کرد که روز بعدش نزولی شد و قیمت به زیر خط روند اومد. اگر قیمت زیر خط روند بمونه، احتمال اینکه این جفت تا 600 دلار پایین بیاد زیاده. این سطح خیلی مهم و کلیدیه و گاوها باید ازش دفاع کنن. شکستن کندل قیمتی به زیر این سطح میتونه قیمت رو تا حمایت کلیدی 5 سنتی پایین بیاره.
برای لغو این سناریوی نزولی، گاوها باید قیمت رو به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بیارن و همونجا نگهش دارن. اگر این اتفاق بیفته، متوجه میشیم که گاوها توی کف قیمت خرید کردن. این موضوع میتونه قیمت رو تا مقاومت 8 سنتی بالا بیاره. امیدواریم که تماشای این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و اگر اینطور بوده برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و حتما اون رو به دوستای علاقه‌مندتون هم معرفی کنید. و حالا بگین به نظر شما سناریوی سعودی کدوم یکی از این آلت کوین های بزرگ میتونه برای این هفته عملی شه؟ راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدین حتما به کانالمون سابسکرایب و برای اطلاع از آپلود جدیدترین ویدیوهای ما زنگوله رو هم روشن کنین. وقتتون بخیر و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.